بیان دنبالت نمیشه بگی کتاب برمیارم هم زنی نه اگه زنی سفر میگردشم خب بخواب من سفرم نکنیم خیلی توش نفته نوشتم فارسی نوشتم نه خیلی بهتر چون من خب خود خانمی بخونم نشینه که نوشتی بهتر خب گر کتاب خوبیه خیلی زبانه نوشت زبانه بگو همون جا که هفته پیش اومد نخواب اینجوری نیم مثلا هم بگی کلاسش رو الان بگی کلاسش رو زبان بگو هی هم برو تو بیا بگی میگه چهار زبانه و پس هندسه اول جلسه ای که اومدیم کلاس در مورد S و P گفتیم اگر تابع ما AX2 به اضافه BX به اضافه C مساوی با صفر باشه ثابت کردیم S مساوی میشد با منهای S میشد اولا چی؟ جمع ریشه ها درسته؟ که میشد منهای B آو پی میشد چی؟ ضرب ریشه ها که میشد چی؟ سی آو درسته؟ این به شرطیه که دلتا بزرگتر از صفر باشه که ما دو تا ریشه x1 و x2 داشته باشیم که میشد منهای بی به اضافه و منهای رادیکال دلتا تقسیم بر دو جمع ریشه ها و ضرب ریشه ها رو حساب کردیم درسته؟ تفاضل ریشه ها میشه چی؟ اسفن نداره آلفای x1 منهای x2 اول اینکه تفاضل ریشه ها رو اصولا قدر مطلق برش میزنن چون نمیدن کی مثبته کی منفی که بتونن علامتشو درست تشخیص بدن بعدم این رو از هم کم میکنن یعنی منهای بی به اضافه رادیکال دلتا تقسیم بر دو آر منهای بی منهای رادیکال دلتا تقسیم بر دو آر خب مخرجامون که یکسانه درسته منها رو ضرب کنم تو صورت این میشه مثبت بی به اضافه یا رادیکال دلتا این دوتا قرینه هم میشن ساده میشن حاصل میشه دوتا رادیکال دلتا تقسیم بر دو آ دو و دو ساده میشه یه قدر مطلق هم دورشه رادیکال دلتا که حتما مثبته چرا؟ چون رادیکال همیشه جوابش مثبته پس میشه رادیکال دلتا تقسیم بر قدر مطلق آ یعنی فقط آ رو مثبتش کنیم پس تفاضل ریشه ها یعنی x1 منهای x2 میشه رادیکال دلتا تقسیم بر قدر مطلق آ بچه ها بعضی از کتابا x1 و x2 رو با آلفا و بتا نشون میده فکر نکنید مثلا چیز جدید داره میگه اسم ریشه هاشو میذاره چی؟ آلفا و بتا آلفا و بتا آلفا و بتا آلفای منهای بتا این فرمول رو باید حفظ کنیم و این و این حالا بریم ببینیم به چه درد اسماتشو نمیخواد؟ اون وقت خودش به درد بخوره که اسماتشو پس هفت
هفته پنجم شده امتحان ریاضی تو درسته؟ آخرین امتحان چی بیره امتحان میگیره دور زنیم؟ بروش سکای اسکوپ رید برای هندستان با اسکوپ اسمت اسکوپ رید زنده ایچیه؟ با حجم اینترنتش خیلی باقه اسکوپ بر تعداد 12 تا 15 نفره هم خیلی نفری چه فرق حجم اینترنت که استفاده میکنه در از اپ خارجی استفاده میکنه حجم اینترنتش زیاد زیاد هم برای شما هم برای برای اپای ایرانی حالا یه پیشنهاد به ما سایت ها رسمه آن چون تو اسکایپ میشه میشه صفحه گوشی ها مثلا میشه صفحه گوشی ها شیر کرد دید مثلا چیکار داریم بکنیم صفحه گوشی شد oteacher.org یه سایت ایرانیه رایگانه به معلمتون بگید یه اکانت بسازه داخلی خیلی راحت هم میشه اکانت ساخت نوشته مخصوص معلمای زبان ولی مثلا نوشته چه زبانی درس میدید زلکی تایپ کنه با اسکای روم کار میکنه هم تصویر داره هم بورد داره که روش بنویسن هم میتونن فایل دارن به اشتراک بذارن نمیدونم همه این کارا رو میتونن کنن ولی توی اسکای روم فقط تخته رو میتونن تو اسکای فقط تخته رو میتونن بتونن تصویری هم تصویر میتونن بذارن همزمان بله هم میتونن تصویرشون رو بذارن هم میتونن بنویسن همه چیش جزء چیزای جهانی دیگر هم اسکایپ اون چیزی که همه دنیا دارن ازش استفاده کنن بعد مزیت اینه که رایگان بهشون پیشنهاد بدید میتونم براتون به خصوص دو نفرم هستم میگه اصلا بدون قطعی میره خیلی بهتر از اسکایپ ما با به مقایسه نیست ولی امتحانشون رو تو اسکایپ احتمالا دسته بندیتون میکنم شما چونی تو اسکایپ میکنید همسرم؟ به 8 نفر زنی میکنم همسرم بله همسرم یکی زنی جلتون دسته بندی میکنم در چی دارو تنها خواستی نداره از یک تا 8 جوری دست رو میکنی؟ مثلا نه ممکن هر جوری با همجون اقامه میکنید رو بنویسید چی؟ همجون اقامه میکنید رو بنویسید بله خوابتر هستیم شنگ من دردیم من اصلا خواب بودم با این صدا دا بودم که زنگه رو بودیم همین بچه ها شنیدن صدا من هم بایی اولی نفره مرده نفره دو بودم قلبم دوشا کردم بعضی اصلا میگن من دوست ندارم ازم پشت تلفن درس بپرسیم برای همه ما خواهیم اسکایپ بزنیم برگ امتحانتون رو ببینم شما حل کنید و تنظیم میکنید همه تون باید یه چیز داشته باشیم که تنظیم کنید دقیقا روی برگ امتحانیتون رو بشروع کنید خواهی گوشی دیگه بیدام کنم بچه ها و تو رو گوشی دیگه تقلا بگیرم بکرم مشکل هده؟ دیگه میبینم که داریم چی کار میکنم مهم بسم رو همه کار کردیم من در رو بقیم نکردم یعنی چیکار کردین مثلا؟ ما الکتفاس رو زدن و بعد ما گوشی بچه ها طرف جانه رو برگیم بعدی از بچه ها گفتن که ما با یه گوشی دیگه عکس بزادیم ولی یکی واقعا بعد یکی بیاد بالا سرتون؟ من نمیخوام اینجوری روتون باشه که رو به روتون دستمون هم پیدا باشه خودتون، دستتون و چهرتون پیدا باشه اینجوری در حال نوشتن باشید هم به فاصله یه متری ازتون که محدوده یه متری دورتون مشخص باشه سوالو دریافت میکنید و شروع میکنید حل کردن دوربین هم باید حتما دوربین خودتون باشه دیگه درسته بالاخره بازم میشه تقلب کرد همیشه راه باز سوال اینقدر که ما ایرانی ها به راه فرارا فکر میکنیم اگر به راه های مستقیم فکر میکنیم تو الان چی شده بودیم اگر یکی از این در عین حاله که یه چیز جالب بهتون بگم من نوشتن تمرین و تکلیف نوشتن و این چیزا برام مهمتر از این امتحان هست امتحان پایانی پارسال با هم همین جوری نمره رد کردم
یعنی بر حسب میزان تکالیف که میتونه. دانش آموزی که نامنظم برای من تکلیف میمسه، همیشه تکلیفش کامل نیست، نمیدونم اینا، نمره ازش کم. خب میشه این شب پنج تا مثلا بعد این هر جلسه مثلا بگین این تست تا اون هفته بزنیم، تو یه هفته هر جمعه مثلا وقت کردیم بزنیم. نه غلط نیستیم، همیشه باتون اداره کنیم. من یه اون سرما ها یادم میاد تو رخت خواب این شب خواب اینم یادم میاد من پنج تا دیگه یادم. حالا اگه آدم بشینه هر کنه ده دارم میتونه و یادم یادش بده. خب حالا چرا؟ اصلا دلیل این که من میگم که این کار رو انجام بدین اینه که این به روزمرگیتون تبدیل بشه، یعنی عادت کنید به این کار. شما هنوز خودتون رو عادت داری؟ یادت نمیره مسواک بزنی شبا؟ چرا؟ خب نه نمیدم یاده. نه خب هر مورو با بیادم یاده. خب این هم مسواک به من بابا که یادت بیاره یاده. بدونی برای چی؟ برای که اگر این کار رو عادت کردی بهش، کلاس دوازدهم هم هنوز عادت داری و این کاری که من به شما میگم که شبیه پنج شو سال اگر واقعاً خودتون حل کنید، یعنی زمان بذارید برای حل کردن، چه داره به از اون پاسخ نامه رفع تکلیف بکنم که بکنم، کسی که ضربه میزنه به خودش میزنه خب بزنه، درسته؟ اگر واقعاً خودتون حل کنید و زمان براش بذارید، من بهتون قول میدم که زیر 50% ریاضی نمیزنید. یعنی اگر شبیه 5 تا رو رعایت کردید و مثلا تو شما تو رشته ریاضی بالای 50% یعنی رشته خیلی خوب. این دولتی میاری بگی دولتی آوردن این رشته دانشگاه خوب قبول شدن، شما کافیه مثلا بقیه عمومیاتون هم بالا 50 بزنید قشنگ به راحتی دانشگاه صنعتی قبول میشید. اینه که این کاری که من دارم میگم انجام بدین، اگر واقعا با تمام وجودتون انجام بدین یه اتفاق خیلی خوب براتون میفته. برای رشته تجربی هم یعنی کنار زدن خیلی از رقیبا، بلکه اصلا نقطه ضعف خیلی از بچه های رشته تجربه ریاضی شد. خب سوال گفته اگر یکی از ریشه های معادله این از دو برابر ریشه دیگر آن یک واحد کمتر باشد، مقدار آن را به دست آورید. یعنی اگر یکیشو میگیرم x1، اون یکی از دو برابر این یک واحد کم دو برابر اون اولیه، اون دو برابر x1 x1 از دو برابر x2 یک واحد کم تر، یکیش x1 فهمم که نگفت که x1 نسبت به x2 که هر دوتاشون این خاصیت رو نسبت به هم دارم. شما میگین که یکی از ریشه ها x1 مثلا، من میگم x1 اینجوری ساخته میشه دو برابر x2 منهای 1، درسته؟ این چیزی که نوشته دو برابر ریشه دیگر یک واحد کمتر، اون یکی ریشه همون چی اسمش با x2؟ پس یکی از ریشه های من الان x1، یکیش x2. بریم سراغ SOP. همیشه تو اینجور بواقع باید مستقیم بریم سراغ SOP. مشکل دیدن که خب نیست. بچه ها A و B و C رو پیدا کنید. A B مون که یکه، C مون که یکه. امامه همه حاضر دادن؟ نه فرمه اتفاق میشه بچه هرم میشه کس کارم داره؟ خب A و B و C اسمیشو چی بچه ها؟ x1 به اضافه x2 که شد منهای بی آن، درسته؟ x1 به اضافه x2 یعنی چی؟ یعنی این به اضافه این، درسته؟ پس می نویسمش، میگم میشه 2x2 منهای 1 به اضافه x2.
مساویه با منهای بی آو. منهای بی آومش از روی معادله میسازم، میگم منهای بی آوم یعنی منهای یک چهارم. معادله چند تا مشغول داره؟ یه دونه. معادله یه دونه مشغول داره، فقط چی؟ ایکس دو. ایکس دو به دست میاد، ایکس یکم به دست میاد، بعد میتونم بذارم توی معادله و امو به دست میارم. خب میگم سه تا ایکس دو میشه منهای یک چهارم به اضافه یک، پس سه تا ایکس دو میشه سه چهارم، این دو تا با هم میرن ایکس دو میشه یک چهارم. قبوله؟ بیشه دیگرم خواسته؟ نه. حالا چه شکلی ما به دست بیاریم؟ روش‌های مختلفی برای به دست آوردن ام. اگر یادتون باشه از پارسال خیلی وقتا گفت اگر یکی از ریشه های معادله درجه دوم فلان باشد ام را به دست آورید. میگفتین اگه گفته باشه ریشه یعنی چی؟ یعنی جای ایکس میتونه بشینه، درسته؟ و معادله برقرار بمونه. الان نگه شما ریشه رو در نیاوردین یک چهارم، پس میتونین یک چهارم رو بذاریم تو معادله و ریشه رو به دست بیاریم. پس یکی از راه های اینه که یک چهارم رو بذارید توی معادله، بر خودتون هم بنویسید. بنویسید این ریشه است و چون ریشه است توی معادله صدق میکنه، یعنی چهار زرد در یک چهارم به توان دو به اضافه یک چهارم. مشکل نبود، کرونا نه، مساویه با صفر میشه یک چهارم به اضافه یک چهارم مساویه با یک امام. یک چهارم یک چهارم یک دوم، درسته؟ یک دوم با پس ام میشه منفی دو. این یه راهه به دست آوردن ام. اول ایکس دو رو به دست آوردم، یه راه دیگه به دست آوردن ام. راه دیگه چیه؟ مثلا من بیام ایکس یک رو به دست بیارم، بگم ایکس دو شده یک چهارم، پس اینجا میشه دو ضرب در یک چهارم منهای یک که میشه منهای یک دو. بعد بیام سراغ پی، بگم ایکس یک ضرب در ایکس دو میشه سی آم، درسته؟ بعد بگم ایکس یکم چقدره؟ منفی یک دوم. ایکس دوم چقدره؟ یک چهارم. و بعد اما به دست بیارم. در نتیجه منفی یک هشتم میشه یک، این دوتا با هم ساده میشن و این میشه منفی. خیلی وقتا شما یه همچین چیزای خیلی ساده ای رو بلد نیستین که از دو طرف تساوی صورت با صورت ساده میشه، مخرج با مخرج ساده میشه، یعنی مسیر حل توی تستا بلدین، آخر سرش یه چیز خیلی بی خودی گیر میافتین. برای همین کسایی که زیاد سوال حل میکنند در صدای بهتری میدنن، یعنی الزامن سوال کنکور سخت مثلا گوشمان همه رو رو بگنید. فائزه، هلیا، بهاره، هیوا، الهه، نازنین، شادی، زهرا، کیمیا، احتمالاً آزین که خوابه. خب اصلا آزین هیچ کلاسی نیست. نیست داره هیچ کلاسی نیست. باید من از برم. فرچی برن که باش میگن بیه سر کلاسی. نه، چون من حضوری کنن امتحان داره و خب بیه. خب بگذاریم. خیلی که نکردن که. وقتی حضور باشه همه جا حضوری میشه.
اگر قرار حضوری شدن باشه همه جا باشه. خودش فکر کردم من عمل خواهش کنید تو خودم خب نوشتید؟ فرستادی؟ نه. الان شماره این میسکا در من تو چقدر؟ سه شماره عجیبی هم آیا معلم آیا ساله ما مثلا ما میتونه از ما بیشیم بیدیم به شما رو نمیشناسم اصلا معلم زبانه اون اصلا ما رو نمیشناسم دو صفر 901 کنم کجاست؟ دو صفر نو صفر؟ دو صفر نو صفر؟ باله خونه ایرانی دو صفر باله دو صفر یک ماله دو صفر 98 ماله ایرانی دیگه دو صفر نو صفر یک و یه جایی همین برا باشه نه دو صفر یک ماله ایرانیست خب کده ایران دو صفر 98 برای همین بعد زخم زنه پلاس 98 من با اینجا میرفت کرمه رو دو صفر بودم برای شما هش یه کد میندازه دو صفر کی زنگ زده؟ دو تماس بیست پاس دو تام هشتی بیست و یک دیگه هفته بزن خب بریم حمامه حمامه بوده نهاز کی به من زنگ داده؟ اگر آلفا و بتا ساله ریشه های معادله دو ایکس دو به اضافه پنج ایکس به اضافه دو امامن های یک مساویه با صفر باشند و از تساوی سه آلفا به اضافه بتا مساوی با هفت و بون و تساوی بین ریشه ها برقرار باشد مقدار این لازمه که خیالت راحت اگه قرار باشه حضوری باشه همه جا حضوریه اگه که نمیاسن یا بعد کار چیکار کنه شما یاد درس میدونن مالا حرفی یه همه بگن یاد دوره بمانه باید درس بدن کی میگه؟ مثلا من میگم میرم کلاس دارم میگم باید درس بدن باید این نیست شما اصلا درس نمیدیم قرار نیست سال چی کار کنیم؟ ادامه شو درس من پنج صفحه کتاب درس خودم کسی یادم چرا سنگ میده پنج صفحه؟ تازه اینا هم پنج صفحه نشده کتاب درسی تو این دنباله هم دارم که درستم به تو میگفتم از بگه صفحه هم بوده چهار پنج صفحه کتاب هم نیست هم آمد بزن همون قسمت هندسه تحلیز هم سه صفحه است تو کتاب قسمت هندسه تحلیز کتاب سه صفحه است و همین نمیشه چیز کرد بعدم من الان مثلا امسال که من اینجا این کار رو دارن انجام میدن که پارسالم گفتن که مثلا 8 تابستون درس میدیم بعد توی سال ادامه شو بگیم مثلا چیز دوباره بگیم
به نفع بچه‌ای بود که تابستون اومده بودن، چون یه ذره با محاسبات راحت تر کرد. ولی مثلا توی مدرسه فراز الان مثلا شاگردایی که هستن از مدرسه فراز اومدن، دو تا شاگرد اومدن از فراز، اینا میدونن ما اصلا تابستون که درس میدیم توی سال تکرار نمیکنیم. اینا تا از کلاس دهم دقیقاً به همین منظور بود. خب من که قرار بود توی سالم درس بدم، ولی توی مدرسه فراز من فصل 3 رو کامل تابستون درس دادم. یعنی اول مهر فصل 1 و 2 رو درس دادم. الان هم مثلا الان تو مرسه فراز توی تابستون فصل 2شون رو کامل تموم کردم. دلیل این که اینجا درس ندادم این بود که مبحث شما با مبحث تجربی ها فرق میکرد. یعنی اونو باید هندسه درس میدادم، اگر تصمیم میگرفتن که قسمت مجزاتون رو درس بدن توی تابستون برای من بهتر بود، چون من مثلا برای بچه های تجربه هندسه شون رو تمام میکردم، فصل 2 رو میذاشتیم کنم. خیلی راحته. همه تقریبا تمام هندسه شما رو دارن. چه کاری هم بارسن میخونن؟ توی یه فصل اصلا یه که از سنگین ترین کتاب ها کتاب های یازده تجربیه، برای که 3 تا کتاب توی یه کتاب با تایم کم. ببین شما وقتی میرید مدرسه مثلا بچه های رشته ریاضی مثلا 6 ساعت حسابان دارن، 4 ساعت هندسه دارن، 4 ساعت هم آمار دارن. چند ساعت ریاضی دارن؟ 6 ساعت و 4 ساعت و 4 ساعت 14 ساعت. خب 3 تا کتاب. بعد بچه های رشته تجربی چند ساعت ریاضی دارن؟ حالا 5 یا 6 ساعت. مدارس اصولا 5 ساعت دارن. خب کتاب خیلی بیشتره. اون وقت کتاب ریاضیشون کلن حسابانو داره، فقط 2-3 تا مبحث خیلی جزئیه، خیلی 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 جزئیه که بچه های رشته. یعنی شما نباید دلواپسی داشته باشید، اینا باید بیشتر دلواپسی بر قسمتی که مشترک نیست داشته باشن، چون اینا 2 فصل کامل غیر مشترک دارن. شما 2 تا مثلا از هر مثلا از فصل 1 و فصل 3 اینا 3-4 صفحه هست. زیادن همشون پیش میرن یه سر درس دادن. الان فصل آخر فیزیک پاس داره مونده. اون باید چیکار کنی فصل آخر فیزیک؟ اونو من نمیدونم، ولی کلا قسمت متفاوت حسابانتون با بچه های رشته ریاضی 10 صفحه نیست. 10 صفحه نیست. برای همین میگم دلواپس نباشید. وقتی اینا 5 6 ساعت یه هندسه دارن توش، آمار و احتمال دارن توش، ببین چقدر سنگین تره. حالا ببین شما چه مزیتی داره مال شما، این که شما بیشتر میتونید تمرین حل کنید و اینا کم تره. چرا؟ چون مجبورن فشرده تر کل مطالب رو بخونن و برن جلو. کجا آن داشت؟ مثلا چرا فصل 1 آن داشت؟ کی نوشته؟ شاید فصل 1 مبحثش خیلی سنگینه. کجا آن داشت؟ فصل 1 کتاب ریاضی رشته تجربی جزء فصلاییه که مثل فصل 4 پارساله که هر چی میرفتی به تهش نمیرسیدی. مثلا اولش مثلا توی فصل 4 حل معادلاته، بعد رسم معادلات درجه 2، بعد خود تحلیل درجه 2، بعد تعیین علامته، بعد نامعادلات قدر مطلق. یعنی هر چی درس میدی بازم یه مبحث کوچولو تمیمونه. فصل 1 کتاب ریاضی رشته تجربی هم همینطوری، یعنی اونایی که از اول مهر شروع میکنن تقریبا تا وسط آبان دارن فصل 1 درس میدن. اون فصلی که با فصل تابه به راحت باشی داریم سال؟ فصل 3 مونه تابه است، ولی نه ما اصلا به اون راحتی نداریم، ولی کل کتاب 11 هم جذاب تر از کتاب 10. یعنی مثلا مباحثش قشنگ تره، بچه بیشتر خوششون میاد و خیلی مهارت بیشتر ریاضی تره، تخصصی تر میشه دیگه. اون حالت عمومی داره بیشتر کاربردی پارسالتون. خب چیکارش کنم؟ تا داره در مورد ریشه ها حرف میزنه من سری ذهنم میره روی S و P، درسته؟ یعنی میگم یه S دارم یه P دارم. S میشه چی؟ آلفا به اضافه بتا، این میشه آلفا ضرب در بتا. و یکی دیگه از دلایلی که من پس ایکو اینجوری درس میدم، خیلی یواش یواش درس میدم، اینه که خیلی سوال داره تو کنترل. یعنی شما باید همه مدل سوالاشو ببینید، سوال ازش حل کنید، خیلی بفهمیدش، زمان بذارید خودتون براش، یعنی زمان داشته باشید برای حل سوال. خب تازه من از اول مهر یه چیز براتون تهیه میکنم، یه جزوه که توی اون جزوه سوال میدم بهتون که باید حل کنید و برای من بفرستید. هر کی سوال، یعنی سوالو حل که میکنید میفرستید، اونها امتیاز بهتون میدم.
اینجوری هم شکلی پاسخشو داشته باشی. مثلا بگیرم اون چاپ کنیم. چاپ کردن یا مرسه مثلا چاپ میکنه. فصل به فصل میدم دستتون. تو اون پس سوال حل میکنید. مثلا برای من میفرستید شب به شب. یعنی شب پنج تا رو از اون میفرستید. اینطوری که بتونید ببینید مثلا سوالی که جوابشو ندادیدم میتونید براش ایده داشته باشید یا نه. بعضی وقتا فقط یاد میگیره که تا گیر افتاد سری بره ته کتاب. اینو یه ذره ازتون بگیریم. خب الفا به اضافه بتا میشه چی؟ خب میشه الفا به اضافه بتا مساویه با این آ این بی این سی میشه منهای پنج دو. قبوله؟ حالا الفا به اضافه بتا میشه سه آلفا به اضافه بتا مساویه با هفت دوم و مساویه با منهای پنج دوم. دستگاه تشکیل میدم دیگه. یعنی فکر نکنید که اونایی که حالا مثلا فکر کنن مثلا اونا یه فصل خوندن شماها عقب، این نگران نباشید. یه فصل اونا تو دو هفته تموم میشه توی سال، ولی فصل یک اصولا تو شیش هفته تموم میشه. کدوم رو توی منفی زد کنم؟ کلایه. این میشه منفی، این میشه منفی، این میشه مثبت. نه؟ بله. این دوتا با هم میرن، میشه دو آلفا مساویه با دوازده دوم، پس آلفا میشه سه، نه؟ بله. آلفا میشه سه، بتا میشه چقدر؟ میشه سه به اضافه پنج دوم میشه دو و نیم، پس میشه منهای یه دوم. بتا میشه منفی یک دوم. نه؟ نه بعد بشه منفی پنج دوم. خواهد بشه منفی یازده دوم. خب حالا بریم سراغ ام. اولا این که میتونید آلفا رو بذارید توی معادله، ام رو به دست بیارید. آلفا رو بذارم توی معادله، ام رو به دست بیارم. دو ضرب در نو به اضافه پنج ضرب در سه به اضافه دو ام منهای یک مساویه با صفر. گفتید مخرج و مخرج اصلا که صورت ها؟ از دو طرف تساوی ها، از دو طرف تصویم. یک کسر اینور باشه، یک کسر درسته؟ ام میشه به اضافه پنج زرد در سه پنج شه پونزه تا دو نه تا هیچده تا ام میشه من پیشون بزن. درسته؟ آیا میتونستم به روش دیگه ای هم همو به دست بیارم؟ بله تو ضرب میذاشتمش. درسته؟ بس از طریق سی به دست میارم. یه معادله دیگه، یه مدل سوال دیگه. پس یه مدل سوالش نه که شما رابطه آلفا و بتا رو مینویسید و خیلی راحت مسئله رو حل میکنید. مدل دیگه یه سوالیتون این شکلیه. آلفا و بتا ریشه های معادله چهار ایکس دو منهای بیست ایکس به اضافه یک مساوی با صفر باشد، بدون حل معادله حاصل عددی عبارات زیرا به دست آورد.
الفا دو به اضافه بتا دو، الفا دو منهای بتا دو، الفا سه به اضافه بتا سه، یک به رادیکال الفا به اضافه یک به رادیکال بتا. دیگه الفا دو به بتای به اضافه یک به اضافه بتا دو به الفا به اضافه یک، الفا دو بتا به اضافه بتا دو الفا، الفا چهار به اضافه بتا. اینا یادتونه پارسال اتحاد فرعی داشتیم؟ برای همین ها میخوندیمشون، چون اتحاد فرعی ها اینجا به درد بخورن. اینجور سوال ها دو مدل. مدل اولش ما بهش میگیم که متقارنن، یعنی اگر آلفا دو رو پرسیده بتا دو رو هم خواسته، آلفا دو و بتا دو مثلا رادیکال این همه، یعنی هر اتفاق برای آلفا افتاده برای بتا هم افتاده، مثلا آلفا دو تقسیم بر بتا به اضافه یک این اینه جاشو عوض کرده اینجا نوشته. خب اینا متقارنن، آسونترن تا غیر متقارن ها. خب اولا این که من هر معادله این شکلی که میبینم چند تا نکته میتونم ازش برداشت کنم. تفاضل حالا کمتر به درد میخوره ولی خب اونم بد نیست دونستنش. اولین نکته اس، اس میشه منهای بی آ، درسته؟ دومین نکته پی، پی یعنی چی؟ سی آم یک چهار، درسته؟ دیگه چی؟ تفاضلمون یعنی آلفای منهای بتا البته داخل قدر مطلق میشه رادیکال دلتا به قدر مطلق آ، درسته؟ رادیکال دلتا یعنی چی؟ یعنی رادیکال 400 منهای 4 ضرب در 4 ضرب در 1، یعنی 400 منهای 16 384 رادیکال 384 تقسیم بر 4 قدر مطلق آن که میشه خودش. دیگه چی برداشت میکنیم غیر از اس و پی و آلفا و بتا؟ مگه آلفا و بتا ریشه های این معادله نیستن؟ پس آلفا و بتا توی این معادله صدق میکنن، یعنی شما میتونید بگید که نکات دیگه که داریم که خیلی ها بهش دقت میکنن، 4 آلفا 2 منهای 20 آلفا به اضافه 1 0، 4 بتا 2 منهای 20 بتا به اضافه 1 هم 0، اینا برای نامتقارن ها بدن. نامتقارن گفتم اینشو نداشته باشیم، مثلا مثل آلفا به اضافه 3 تا بتا، درسته؟ یعنی این هم دیگه نیستند. خب بریم سراغ اینا. یادتونه طبق اتحادهای فرعی این میشد آلفای به اضافه بتا به توان دو منهای دو آلفا بتا، یادتونه؟ خب آلفای به اضافه بتا میشه چی؟ اس، آلفا بتا میشه چی؟ پی، یعنی میشه اس دو منهای دو، 25 منهای یک دو هم، درسته؟ قبلنا پنج به توان دو میشد 25، ولی خب بستگی داره کی در چه شرایطی داره حساب میکنه.
همیشه همین اتفاق نمیفته. حالا میزنم تو آپارات نگیده گوشم. خب یادتون باشه که همه انسان های فهیم دنیا حفظن که آلفا دو به اضافه بتا دو میشه استو منهای اگر جز انسان های فهیم دنیا هستی خودتون میدونی من هیچ اجباری نمیدونم. خب آلفا دو منهای بتا دو کتاب مزدوجه، تجزیهش کنیم. آلفای به اضافه بتا در آلفای منهای بتا، آلفا به اضافه بتا 5. اینم که شد چقدر؟ رادیکال 384 4. حالا نمیشه دیگه. نه. ممکنه اینجوری ساده بشه. جواب آخر اگه داشته باشه. ممکنه. خب اینا خانم خودش ارزش خودش ارزش داره. ممکنه یه چیز برن که عددش قشنگ در نمه عداد بعد جز عداد نیستن هنوز نه ایمانه جز عداد این تا کنکور نده عدادش جز عداد در آلفای به اضافه بتا به توان سه منهای سه آلفا بتا آلفای به اضافه بتا اتحاد فریب بود درسته؟ البته با فیل و فنجون هم میتونستید بنویسیدش. خب این میشه چی؟ S منهای S P S. باز آدم های فهیم دنیا اینو حفظن که بعد جایگزین میکنه. من دیگه عددشو نمیذارم خودتون بذارید. اگر با اتحاد فیل و فنجون تجزیهش میکردیم میشد چی؟ میشد آلفای به اضافه بتا آلفا دو به اضافه بتا دو منهای آلفا بتا درسته؟ حالا آلفا دو به اضافه بتا رو حفظیم چون جز آدم های فهیم دنیاییم درسته؟ پس اینجا می نویسیم چی؟ S دو منهای دو پی اینم که میشه منهای پی اینم که میشه S درسته؟ حالا ضربش کنید این دوتا با هم میشن S دو منهای سه پی ضربشون میشه S سه منهای سه پی S همینی که اینجا هم به دستش آورده. اگر فعلی رو حفظ باشیم که خب خیلی بهتر. پایین چه چکار کنم؟ در یه رادیکال آلفا جمعش بکنه میشه؟ نظرت نگه مخرج مشترکی بگیرم کسری رو میبینم اولین چیز مخرج مشترکی یعنی هر وقت کسری رو میبینم میگم خب حالا بذار مخرج مشترک بگیرم ببینم چی میشه درسته؟ همیشه اولین فکرتون مخرج مشترکی باشه. خب مخرج مشترک چی بگیرم؟ بچه کسی چیزی تو گروه نگفته؟ رادیکال آلفا بتا میشه رادیکال آلفا ضرب در رادیکال بتا که ضربشون چون فرجاشون در اصل مخرج مشترک این دوتا میشه رادیکال آلفا رادیکال بتا اما چون فرجا یکی میشون زیر رادیکال ها در هم ضرب کنیم. خب این صورتش میشه رادیکال بتا به اضافه رادیکال خب ضربمون شده یک چهارم جذرش میشه یه دو درسته؟ صورت رو چه کنیم؟ وقتی که رادیکال میبینید یه توان دو میذاری جمع بینشونه بیاین جدا حسابش کنید با توان دو بعد ازش جذر بگیرید و بذارید داخل اینجا. خب در این کاری که ایشون گفت و من جدا حساب میکنم میگم آقا رادیکال آلفا به اضافه رادیکال بتا رو حساب میکنم اسمشو میذارم آ دو رو حساب میکنم بعد ازش جذر میگیرم جوابشو میذارم اینجا پس میام دو طرف رو به توان دو میرسونم حاصل میشه چی؟ میشه آ دو مساوی با آلفا به اضافه بتا به اضافه دو رادیکال آلفا بتا درسته؟ آلفا به اضافه بتا 5 دو ضرب در یه دوم
یک. جواب 6. پس آ میشه مثبت و منفی رادیکال 6. رادیکال آلفا میشه رادیکال 5. آلفا ضرب در بتا دختر. یک دوم ضرب در دو میشه یک. حالا سوال، مثبت قابل قبوله یا منفی؟ چرا مثبت؟ چون که نه مثبت. چرا؟ چون عدد مثبت رادیکال بتا مثبت، رادیکال آلفا مثبت، جمعشون حتما مثبته. گفتم آره قدرت چرا میشه رادیکال 6 به 1 2. خب کی نفهمیده تا اینجا یه عکس بگیر برشون بذاری که بگیر. آفشار خب آیسا بود این آفشار داری که رازی دو بتونه که پارسا بود تو پارسا آفشار نداری آفشار داری جزا میکنم که مدرسه هست. دو صفر نوه هنمه بقیه هم از فهمیدنشون اطلاع رسانی کنن. بچه منظرتون زنگ زنم کی بود دارم دوبار زنگ زنم؟ برای خیلی دوست دارم نه من همه یکی روز زنگ زنگ جواب نمیدم بعدی زنگ زنگ خواه میشه. خیلی خوب برای دیروز هم یکی به من زنگ زد حتی بعد فهمم یه شاگردام بعد جالب اینجا که بعد من سر کلاس بودم بهش پیام دادم که تکست میدم پیام بدم جواب ند. بعد از کلاس سه بار بهش سر دادم بودم یه شاگرد بوده میگه کجاست باشه چه جوری من زنگ زدم خدا وکیل هم موقع سوزو نه هم موقع یا سوزو نه ولی توی ایران دیگه اپنه توی ایران کار نگیم یا اول نگیم خواسته چی کار نگیم نشانه لبه مرد رو خود کار نشه لبه مرد نشه یا اون خیلی ایران مخواسته بگه اگه دعایی چیزی داریم بخونم اصلا نیست. بکنم از این هاست که زنگ میزنه میگه مثل پیریس رو زن یکی زنگ زده بود ساعت چند بود تو هفت دو نیم بود من هنو خواب بودم پنج شنبه خواب برم زنگ زده خواب بودم و من تازه یادم رفته بود که گوشیم رو بذارم رو ایروپلین بود چون مثلا 90% شب رو ایروپلین بود یکی زنگ زده تو برشان گیر آدرس خونه آدرس جایی که هستیم رو بفرست بدین میخوام کارت سلامتی بفرستم. گفتم کارت سلامت چرا من اصلا دودم نبود گفتم که کارت سلامت چه رو کارت سلامتتون گفتم خب کارت سلامت چه همین که مال دندون پزشکی هست گفتم خانم سرکاریه گفتم خانم از
گفتم آها اینا که مثلا میاد در خونه 50 60 تومن می‌خوایم بگیم. خب بله بله همین رو گفتم به نخوام بشه. خب گفتم این وقت صبح زنگ می‌زنم همین چیزی رو اطلاع بدم. هر شب ما می‌تونیم بخوابیم صبح بعد دیروز صبح که زنگ خونه ما میگه رستوران فیروزه ماهی 40 تومن کباب هم خود میگم خب بعد برو صبح خفه قیمت ماهی میده به کباب اصلا تازه رو تحصیم میکنیم. خب چی به نظرتون میرسه اینجا؟ کس رو داریم میبینیم دوباره؟ مخرج مشترک. مخرج مشترک همون چی بگیرم؟ آلفای به اضافه یک در بتای به اضافه یک. خب صورت هم میشه آلفا دو در آلفای به اضافه یک به اضافه بتا دو در بتای به اضافه یک. بچه اینه که دارم سوال ازش حل میکنم خیلی مهمن ها کلن اینایی که امروز دارم میگم خیلی مهمن. جلوشو پاک کنی نه؟ ضرب کنیم دیگه مجبوریم صورت رو ضرب کنیم بشه آلفا 3 به اضافه آلفا 2 به اضافه بتا 3 به اضافه بتا 2 تقسیم بر این که میشه آلفا بتا این ضرب داره این میشه به اضافه آلفا به اضافه بتا به اضافه 1. تا اینجا قبول داریم؟ ضرب کردم هیچ کار خاصی انجام ندادم. این دوتا طبق چیزایی که آدم های فهیم حفظه میشه چی؟ S سه منهای سه پی S درسته؟ این دوتا میشن S دو منهای دو پی مخرج میشه چی؟ آلفا بتا که میشه پی درسته؟ آلفا به اضافه بتا که میشه اس به اضافه خیلی راحت اون اس و پی هایی که دارین جایگزین میکنین جوابشو به دست میارین. من دیگه جایگزیناشو نکردم. خب بعدی چی کار کنم؟ آلفا زنده به چارا داری؟ نه فالتوگی خب از چی فاکتور بگیرم؟ آلفا بتا از اولی آلفا میمونه از دومی بتا این که میشه پی اینم که میشه اس جایگزین. بعدش چیکار کنم؟ بگیم تو بگیم این بوده آ دو به علاوه آ دو به توان دو منهای حدس میزنه که این شبیه ایکس ببخشید آلفا دوی به اضافه بتا دو به توان دو میگه یه منهای دو آلفا بتا یعنی این آلفا دو به اضافه بتا دو به توان دو منهای دو آلفا دو بتا دوه درسته؟ باز هم با استفاده از اعتماد فرعی خب این که میشه S دو منهای دو پی منهای دو پی دو آره رسول فهمیدی که یکی از استادای دانشگاه چیکار کرده؟ یکی از استادای دانشگاه اومده بود خودش به عنوان دانشجو توی کلاس عضو شده بود
دانشجو عضو شده بود با یعنی دو تا شماره داشت، یکی شماره خودش که همه بچه‌ها داشتن تو گروه بود که اوباما نوستاد بود، با یه شماره دیگه به اسم دانشجو وارد کلاس شد. خب دانشجو نمیتونن هم کلاسیاشون خیلی وقت کیان دیگه، و بچه‌ها یه گروه دیگه تشکیل داده بودن جدا که اونم عضوش کرده بودن و توی اون مینوشتن مثلا چیزایی که می‌خواستن. میرسه به امتحان پایان ترم، میان تقسیم بندی میکنن کتابو کیچی بخونه، کیچی بخونه. این مثلا میفته یه نصف فصل هم میفته به این که هر کسی یه قسمت رو بخونه، بعد در هم جا هر کی بدونه این سال از کدوم قسمته، از قسمت خودش، از قسمت ایشون، از قسمت شما، و شروع کنن به نوشتن و برای بقیه بفرستن. استادم میاد خب یه قسمت بهش میفته دیگه، همه سال رو از قسمت خودش افتاده امتحان میده، میدونسته دیگه به دانشجان فکر کنم که این دانشجو. بعد همه سوالا رو از اون قسمت داده بود تو امتحان، و بچه‌ها میان تو گروه وای این همه رو خارج، مال من نیست، اون که مال من نیست، اون که مال من نیست، خلاص میفهمن که مال هیچ کدومشون عضو نمیه، مال منه نه، مال منم نیست، مال منم نیست. خلاصه میرن سر جلسه، یعنی برگار میفرستن و میرن اعتراض تنظیم میکنن و با بچه‌ها هم گروه شده بود که برن اعتراض بنویسن که همه سوالا رو خارج از روز خارج از جزوه کتاب داده. بعد رفته بود تو گروه دانش آموزا که برن این کار رو انجام بدن، بعد دیگه لو داده بود توی گروه ها، نوشته بود که چیزه به نظر ما بچه ها برن بر علیه خودم اعتراض کنم یا نرم. خب از دوستم برن اون ها رو میشته خلو فرستده بود، حواسش نبود یا چه امتحان داشتن بعد ایش دو برنی که